صبحتان به خیر بازم به صبا زندگی خوش آمده این ساعت دوم برنامه امروزی ما را شما فعلا به طور زنده تماشا میکنین و در این ساعت ما داشته های جالبی از برنامه صبح زندگی داریم پس تا ساعت ده با ما همراه باشید. مسئولیت پذیری جوانان موضوع امروزی برنامه صبح زندگی هست و اینکه شهروندانی یک کشور چگونه میتونن واقعا یک شهروند خوب باشن واقعا اون چه های یک شهروند هم از نگاه قانونی و هم از نگاه اخلاقی با شکل درستش انجام بدن امروز در این رابطه بحث بیشتری می داشته باشیم با یکی از جوانان عزیز که امروز در برنامه صبح و زندگی با ما هستند محترم عبدالسمد سکندری جوان فعال آقای سکندری خوش آمدین به صبح و زندگی تن بخیر بنام خداوند سلام های سرد بهاری نصار شما همچنان نصار تمام مینده های نازنین برنامه خوب صبح و زندگی تلویزیون سلامت باشین سپاس از این که امروز در برنامه صبح و زندگی با ما هستین میخوایم در رابطه با شهروند و مکلفیت و مسئولیت های یک شهروند بر ما معلومات بدین اول این که خود شهروند کی هست و اینکه چه مسئولیت هایی داره بسیار خوب تشکر در نخست باید یک تعریف داشته باشیم از شهروند شهروند یعنی کی ایم. شهروند یعنی مو کس که در شهر زیست میکنه در شهر زندگی میکنه هر فرد که قانونا یعنی عضویت یک کشور داره رو یک شهروند گفته میتونیم و قوانینی که در قانون اساسی بر شهروند گذاشته شده ای است که میتون از هر ارزش هایی که در جامعه است از هر یعنی امو ارزش هایی که در جامعه استفاده بکنه و او بتونه یک شهروند خوب باشه این ما یک شهروند میگیم کسی که زیست داشته باشه یعنی کسی که یک شهروند فال باشه شهروند ما با کسی میگیم که یک مسئولیت پذیر باشه بدانه که در جامعه چی نیاز است او را بتونه مرفوب سازه یعنی شهروند کسی باشه که با دولت همکار کار باشه ما به اشخاص شهروند میگیم بله سلامت باشین یعنی کسایی که واقعا حس وطن پرستی و حس وطندوسی در خودشان باشه و اینا مسئولیت را بپذیرن و احساس بکنن که اینا زمان تابعیت یک کشور را عقص میکنن باید در قبال دولت و کشورشان مسئولیت های همچنان داشته باشن حالا این مسئولیت ها چه میتونه باشه برای یک شهروند خب، برای یک شهروند این مسئولیت ها مسئولیت های گسترده است که مم. از جمله اون مسئولیت های امدهش که باید هر فرد از جامعه داشته باشه هر شهروند از جامعه داشته باشه این است که ای یک مسئولیت مویی است که مسئولیت داریم که رای بدیم اولین امه. مسئولیت ما در یک جامعه ای است که ما بتانیم حقوقی که داریم که رای دادن از بر کسایی که ما منتخب میکنیم ای یک مسئولیت ما که باید ادا بکنیم از حق رای خود استفاده کنیم مسئولیت دوم ما است که همین مالی که فردی میایه یا مالی که بر خانواده ما میایه یا مالی بر تعمیری که ما زیست میکنیم یا مالی که بر کار ما میایه یا هر نوع مالی که بر ما میایه او رو باید پرداخت بکنیم یعنی یک چیز بسیار عمده و مهم در جامعه ما است که ما بتانیم با دولت همکاری بکنیم و با دولت دوش و دوش همکار باشیم با پرداختن مالیه بتونیم مسئولیتی که داریم ما مو او رو مرفوع بسازیم و اون مسئولیت خود باشه ادا کرده باشیم این مسئولیت دوم یک مسئولیت عمده از که هر شهروند باید داشته باشه مسئولیت دیگهش که ای است که حفاظت کنه از محیط طبیعی خود حفاظت از منابع طبیعی خود دوش و دوش دولت با دولت همکاری بکنه و از ای طبیعت ها استفاده بکنه و همچنان از منابع طبیعی که داریم ما اینا استفاده بکنن استفاده خوب بکنن همچنان از اینا نگهداری بکنن سیمش ما به اعتقاد هستم وقتی که یک شهروند با شهروند دیگه احترام داشته باشه وقتی یک شهروند مسئولیتی که در شهر داره را بپذیره یعنی مو شهر یک مسئولیت بگیشی است که او شهر حافظ از او شهر باشه و شهر نگهداری کنه پاک نگهداری کنه و او شهر خوب نگهداری کنه برای اعتقاد نداشته باشه که بالای او سنگ که ما در خیابان ها قدم میزنه او سنگ از من نیست و ما باید تو را حفظ نکنم چون چرا که از دولت است نخیر خیر هر حق ما است او از ما است باید از او از هر چیز ما اور یک مثال گفتم از مثال از محیط زیست ما است محیط سبز که در جامعه داریم بر ما شاروالی مثال بسیار درخت های خوب در خیابان ها میشان یعنی غرس میکنه و همچنان در کنار خانه های ما غرس میکنه یک مسئولیت دیگه ما است که از اونها هم بتانیم حفاظت بکنیم ما در عموم مسئولیتی که داشتیم در ادای او یک شخص موفق بودیم و ای است دیگه مسئولیت و مسئولیت های عمده دیگه که ما داریم ای است که ما باید دوش و دوش دولت با دولت همکاری بکنیم وقتی که دولت همکاری مردم نه هم نمی بینه دولت هم کارش سرد شده میره و ما تا جایی که من می بینم این دولت همیش کارش سرد است به دلیل این که مثلا یک مثال میتیم از ناپاکی شهر یا از کسافات با وجود از این ای, ای, ای را باید در نظر داشته باشیم که دولت همچنان کارهای خوب کارهای عمدی خود داره در راستای ازی که حفاظت کنه از پاکی و صفایی حفاظت کنه از منابع طبیعی ما حفاظت کنه از ارزش های اسلامی و عقیدتی ما حفاظت کنه از ارزش های سیاسی ما از ارزش های اجتماعی و فرهنگی ما این ای مسئولیت های خود ادا کرده ولی با وجود این که اگر شهروندان با دولت همکاری نکنند ما فکر نمی که دولت کامیاب باشه و دولت شاید یک باشه که افراد اشخاص محدود دو کار بکنه شاید یک صد نفره ولی اگر ده فامیل ما بسنجیم شاید از صد نفر اضافه شوه مثلا. در حال که هزاران فامیل در افغانستان زندگی میکنن آقای سکندری حالا ما که خود شهروند یک کشور میگیم و رسما تابعیت یک کشور را داریم چقدر در رابطه با اوضای کنونی یک کشور خود و آنچه که در کشور میگذره باید آگاهی داشته باشیم مخصوصا در رابطه با حقوقی که ما داریم و در رابطه با قانونی که ما داریم چون گاه این قانون نقص میشه و این نقص قوانین هم از طرف حکومت داران صورت میره و ما من حیث کسای که شهروند یک کشور هستیم و چارچوکات چار قانون اساسی کشور خود را میپذیم چگونه باید حالا از این قانون اساسی خود و از این قوانین خود در کل دفاع کنیم بسیار خوب یک نکته باید یاد داشته که چند سال قبل ما شهروند نمیگفتیم ما افرادی که در جامعه زیست میکرد ما ایر رعیت میگفتیم امه. کال خوشبختانه یک کلمه بسیار مدرن وارد شد و شهروند میگیم و با, با تعریف با دقیقا با این معالفه ها و مبنی بر این که ما یعنی به سوی معاصریت و تاریخ معاصر روان استیم ما یعنی شهروند شدیم و این چطور بتانیم این را ادا بکنیم یعنی ما از کوچکترین فرد جامعه باید شروع تا بزرگترین مسئولیت خود بدین ما متاسفانه تقلیدی پیش میریم وقتی یک بزرگ ما یک قانون شکست یک شهروند ما هم او دید از او تقلید میکنه یعنی ما, ما،, ما، یعنی مسئولیت خود را نمیفهمم که ما چی باید کنم تقلیدی پیش میریم که یک میتونه یک بسیار یک مشکل اومده باشه مشکل اصلیشون همین است آگاهی درست ندارن پس در زمینه آگاهی از اینا که خودشون آگاهی از اطراف خود داشته باشن چه کاری باید صورت بگیره بسیار خوب خوشبختانه شاید از که در سال 2016 یک از طرف وزارت شهرسازی یک بسیار یک برنامه خوب به نام میثاق شهروندی ایجاد شد که میثاق میتونه کمک بکنه 33 هزار قری افغانستان تا سال 2026 یعنی 10 سال آینده میتونه کمک بکنه برای که آگاهی دی هم صورت بگیره این همکاری میان یا قرارداد بگیم میان دولت و شهروندان است که دولت آگاهی میتبرشن حتی ما باید یادآور شیم که 100 آگاهی صد آگاهی از که مسئولیت یک شهروند چی است صد آگاهی از اینکه ما چطور بتونیم یک شهرنشین خوب باشیم در افغانستان بسیار پایین است ما اگر شاید باشیم در کشورهای بیرونی در کشورهای خارجی از سن 11 سال تا 16 سالشان نو در مکاتبشان یک به نام شهروندی یک مضمون دارن یک کتاب دارن که نو مطالعه میکنن و اونا در سیر زندگی خود رو عملی میکنن و اگر در افغانستان ببینیم سطح آگاهی پایین است که توسط از این میثاق شهروندی که این سه طبقه است. یعنی با قریجات است با ولسوالی ها است این میتونه این میثاق شهروندی نظر به وعده هایی که دولت سپرده احنا. و بانک جهانی را تمویل میکنه میتونه کمی زیست که ما قسم که در یک مرکز یک جای میکنیم در یک شهر میکنیم اموزی است در قریجات هم داشته باشیم اموزی در ولسوالی ها هم داشته باشیم و این خوشبختانه ای برنامه کلان و بزرگ ما رو میتونه کمک بکنه اگر دولت همین برنامه رو خوبتر تعقیب بکنه و حیات های تعیین بکنه که برنامه رو صحیح و منظمتر تر تعقیب ما میتونیم که تا سالهای پسین یعنی تا سال 2026 یا بیشتر از او بتونیم یک امو قریجات که از مانند شهرها و اون هایی های کس مانند شهرها شود یعنی کدام تفکیک نباشه که امو امو استاندارد که در زیستان است امو در تمام افغانستان باشند نه تنها که در یک شهر بله سلامت باشین سپاس از اینکه امروز با ما بودین و دعوت ما را پذیرفتین تشکر از شما